شب تو اوکی هستی؟ ساعت 10:11. رسانه‌های داخل ایران در ساعات اخیر این فایل صوتی منتسب به حسین کنعانی زادگان عضو تیم ملی فوتبال ایران را به صورت گسترده منتشر کرده و از او به شدت انتقاد کردند. می‌خواستم با هم دیگه اشغال حسابی گفتم اگه اوکی هستی نیم ساعت اوکی کنم. اتوبوس تیم ملی اینجا خب؟ بعدش رفیقمه. گفتم بریم دوتایی با هم دیگه تو اتوبوس. حسین تو اتوبوس؟ بابا کسی نیست که بعدی شبا تو اتوبوس رو دیگه کسی نیست بعدش آخه ما چون ما تو قرنطینه ایم خب به خاطر همین من قایمکی بیام تو اتوبوس تا هم بیام سوار کنم و اینه یه نیست با هم چه؟ این فایل متعلق به چند ماه قبل و زمانی است که تیم ملی فوتبال ایران درگیر بازی‌های مقدماتی جام جهانی بود. اما پرسش اینجاست که چرا حالا منتشر شده؟ برخی بر این باورند که انتشار چنین فایل‌ها و خبرهایی هدفی ندارد جز سرگرم کردن مردم و منحرف کردن اذهان آنها از موضوع اصلی. وقتی صحبت از کنار گذاشتن ارز ترجیحی میشه، اما موضوع اصلی این روزها چیست؟ پس از اعلام خبر عرضه بنزین به قیمت جهانی در کشور، اکنون مقامات دولتی از حذف ارز ترجیحی میگویند. ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی ارزی است که دولت برای پایین نگه داشتن نرخ کالاهای اساسی مانند نان، گوشت، روغن، برنج، دارو و غیره تخصیص داده. اما از آنجا که دولت جوان و انقلابی رئیسی با ایستادگی و مقاومتش در مقابل غرب و آمریکا کفگیرش به تعدیق خورده و دیگر دلاری برای هزینه کردن ندارد، تصمیم گرفته ارز در نظر گرفته شده برای خوراک دام را حذف کند. خبری که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی روز دوشنبه 6 دی ماه 1400 27 دسامبر 2021 رسما اعلام کرد. آره، الان چیزی که مسبب شده و وضع موجود رو بگم. بعد از این گفتگوهایی که داخل خود ستاد اقتصادی دولت بود که منجر شد پیشنویس لایحه آماده بشه که مجلس اجازه بدهد آیا که ما بیش از 8 میلیارد دلار خرج کارهای ترجیحی بکنیم یا نه، البته اونجا یه در واقع رفت و برگشتای بین گروه‌های مختلف مجلس و دولت شکل گرفت که اون ناهمخوانی باعث شد که در نهایت هم مجلس با فوریتش حداقل موافقت نکنه، به صورت عادی اعلام وصول شد که عملاً هیچ فایده‌ای برای یه امسال نداشت. آره، خدمت شما عرض کنم که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسئله مطرح شد، نتیجه جلسه شورای سران به استحضار رهبری رسید، حضرت آقا اولویت رو با طرح در مجلس در نظر گرفتن، بعد از اینکه اون لایحه در مجلس در واقع فوریتش به تصویب نرسید، دولت تصمیم گرفت خودش در واقع حکم قانون بودجه 1400 رو که باید از اول مهر دیگه اجرا میکرد با یه تأخیری حالا دیگه اجرا بکنه. الان در این مرحله هستیم که حتما تو پایان سال 1400، درسته ما 9 ماه رو عملا از دست دادیم یا شاید تا زمان اجرا بشه 10 ماه نمیدونیم، اما حتما دولت شروع خواهد کرد به حذف ارز ترجیحی مربوط به ذرت و جو و کنجاله و غیره، و حتما هم در مقابل در واقع این حذف در واقع یه جبران مستقیمی هم برای مردم انجام خواهد داد. با حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهایی که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اعلام کرد، باید منتظر باشیم که قیمت انواع گوشت چندین برابر افزایش پیدا کند، به حدی که احتمالاً اکثریت مردم ایران مجبور شوند به گیاهخواری روی بیاورند. اما از آن به اصطلاح نمایندگان ملت چه خبر؟ چرا آنها برای منافع مردم شهرشان تلاشی نمی کنند و مانع از اجرای تصمیم جدید دولت نمی شوند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در اعترافات علیرضا سلیمی نماینده محلات یافت. یه جا گفته بودین که یه نماینده داشتین، حالا دورش رو نگفتین، نخون نبود، که معتاد بود و معتاد تزریقی هم بوده. بله، تا آخر دورش هم می اومد. بله، یه دور بود و رفت، همون دور اولی که ما اومده بودیم. بعدش هم خودش هم به من زنگ زد، خب مجلس هم اومد گفت منو ببینم، من گفتم برو بابا دیگه ولش کن، گفتم گذشته من اسم شما رو نبردم، اسم شما حالا نمیبرم، ولی داشت قانون انتخاب مجلس ایراد داره. شما دربون اداره بخواید بشی از شما تست اعتیاد میگیرن مجلسی.
یک نماینده سابق مجلس به نام جواد ابتهی با تایید اظهارات علیرضا سلیمی گفته تعداد زیادی از نمایندگان در دوره‌های مختلف به تریاک اعتیاد داشتند. شایعات و نشانه‌های زیادی درباره مصرف مواد مخدر به ویژه تریاک در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی وجود دارد. اما این نخستین باری است که تعدادی از آنها رسما شایعات را تایید می‌کنند و می‌گویند دست کم در میان نمایندگان مجلس مصرف مواد مخدر امری رایج است. لازم می‌دانم برای رفع شبهاتی که بعد از برنامه یکی از افرادی که سالهاست مشکوک به مصرف مواد مخدر است، غلامعلی حداد عادل، پدرزن مجتبی خامنه‌ای است. فردی که چندین سال نماینده مجلس و حتی رئیس مجلس بوده. شاید مصرف مواد مخدر توسط افرادی همچون حداد عادل سبب شده تا مقامات جمهوری اسلامی آزمایش عدم اعتیاد را به پیش شرطی برای نمایندگی مجلس تبدیل نکنند. بودجه‌ای که در شأن باشد، اکنون پرسش اینجاست که آیا کسی میتواند از این نمایندگان انتظار داشته باشد که آنها برای منافع مردم تلاش کنند؟ قطعاً چنین نیست. اما ادامه اظهارات علیرضا سلیمی نماینده محله در گفتگو با صدا و سیما حاوی نکات جالبی است. سلیمی گفته دولت تنها به 100 نفر در کشور ارز 4200 تومانی میداده و این افراد با این ارز خوراک، شامپو و مسواک سگ هم وارد می‌کردند. صحبتاتون می‌خوندم که شما گفته بودین که این ارز 4200 اختیارش برای 80 میلیونه ولی دست 100 نفر. 100 نفر. یعنی منفعتش 100 نفر. واقعا همینجوره؟ واقعا همینطوره. اینا شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های خاصن. ارز نه که همه کسانی که ارز 4200 تومانی گرفته باشن اینها فاسد میشن چه بچه. ولی واقعیت اینه ارز 4200 تومانی گرفته شده، خوراک سگ وارد شده. ارز 4200 تومانی گرفته شده، عصا اومده. من عددشم گفته بودم یه رفتم مجلس، میزان عصا نمیدونم، هویج خاص. من برای چی؟ هویج خاص. هویج یه نوع اینجوری یادم میاد که به صورت آمارا بود یا شامپوی حیوانات. اینو هست اینا هست. شامپوی حیوانات. مسواک برای مثلا مخصوص حیوانات با ارزش من نمیام وارد نکنن یا وارد بکنن، اون هر کسی خودش خواست آزاد بره بگیره بیاره، اون بحث خودشه. من ارزم اینه با ارز 4200 تومانی چرا این سمت رو مگر مصوبه در رابطه داشتیم؟ مصوبه که نداشتیم که، نه دولت مصوبه داشته نه مجلس مصوبه داشته. از کجا اینا منحرف شده؟ ببینید ما الان به سر زنجیر داریم یارانه میدیم. این یارانه بود خود مردم داده شه. من روشن‌تر عرض کنم، وقتی شما افراد خاص ارز 4200 تومانی یعنی دارید تقریبا به همه مردم توهین میکنید. چطور توهین میکنید؟ می شما عقل معاش نداری، من باید به تصمیم بگیرم این اینجوری وارد کنم. خب این رو ارز 4200 ما بدیم به تای زنجیر به خود مردم، یا این اختیارش از شما، نه که پول بدیم به مردم که واسه تورم زا باشه، نه شما کارت خرید مردم شارژ کنید ماهانه، فقط هم باش خرید کنه. اینم کالای خاص، کالای خاص. من نکته رو اینجا اشاره کنم، میدونید چه مقدار روغنی که ما ارز 4200 تومانی که یارانه ایست، میدونید ما روغن وابسته ایم 80% حدودا. چه مقدار از این روغن داره میره خارج از کشور؟ روغنی که با 4200 کشور افغانستان و چه خب ارزونه. صادر چه مقدار دارو داره صادر میشه از ایران؟ همون دارو از این طرف وارد میگه، از طرف صادر میشه. یعنی اینی که شما دارید میگید این حسب 4200 نگرانیای داره. نگرانی داره ولی اجتناب ناپذیر. نگرانی داره ولی اجتناب ناپذیر. چرا؟ چون ما تا کجا میخوایم ادامه بدیم؟ یه سنگی رو انداختن تو چاه آقای جهانگیری. حالا معروف به عرض جهانگیری دیگه. بعدم گفتن آقای روحانی، من نفهم. بالاخره یکی از دو تا بودن دیگه. خب یک سنگی رو انداختن تو چاه، درآوردنش سخت، باید درآوردن سنگ. یعنی کشور روی به اصطلاح ریلی افتاده که میره تای دره اگه این مدیریت نشه. این ارز 4200 مدیریت بشه مثل خود هدفمند کردن یارانه هست دیگه، اونم همینطور. اینم اصلا قانون این نیست. ما تو مجلس گفتیم آقا کجای مجلس گفته که یارانه به همه بدن؟ کدوم قانون گفته؟ از ابتدایی که به دنیا آمد این هدفمندی با مشکل به دنیا اومده. از اول مریض به دنیا اومد.
یعنی از ابتدا آمدن به همه دادن. چرا با اینکه اطلاع این همه سال الان سال 88 تا بعد تا 12 سال هنوز با اینکه اطلاع ندارید؟ هنوز با اینکه بابا کشورهای خارجی اینجوری نیست تو اروپا.